دوباره برگشتیم و با شما هیزان هستیم و خوشبختانک مهمان نخست ما هم در کنار ما هستن آقای سلیم طوفان که اینا استاد دانشگاه و همچنان آگاه مدیریت هامه هستن در رابطه با چالش ها و مشکلات فراروی مدیریت در اداره ها صحبت های می داشته باشن. این که همه ما شما در ادارات کار میکنیم، چه ادارات خصوصی باشه چه ادارات دولتی باشه، با مشکلات روبرو میشیم که در قلم مدیریت ما را زیر سوال میبره. پس چه خوب است که یک مدیریت خوب داشته باشیم، یک مدیریت سالم داشته باشیم. بر این که چه مشکلات وجود داره و چه پیشرفت هایی باید صورت بگیره در ادارات، چه خوب است جزئیات بیشتر از آقای طوفان آگاه شیم. سلام، صبحتان بخیر. خوش آمدید. تشکر. سلام مجدد خدمت شما و همچنان خدمت بیننده های تلویزیون وزین شما و همچنان هزار سپاس و امتنان میکنم از پرودوسر برنامه شما و از شما که خواستین مرا در برنامه تان داشته باشین. حالا اجازه است که من به سوال شما بپردازم. خب بس شما بود، سوال شما بود، کلی بود، نه ادارات خصوصی و دولتی، خیبرن که تقسیمش کنیم، خصوصی را جدا میسازیم سکتور و دولتی را جدا. در حقیقت در شما در ادارات خصوصی میبینید که کار یک ذره سرعت عمل داره، از کار خوب برخوردار است و کارتان به زودترین فرصت انجام میافه، ولیکن در دولتی متاسفانه که مشکلات خود را داره. اون مشکلات هم نهفته است در این که عاملای عمدهش، عامل عمدهش در سطح بلندش یک تعداد زیاد از کارمندای ما بکالوریا و یا 12 فاست گریجویت و یا مو فارغ سنف 12 سن که باید تدریجی تغییر کنن. نبود سیستم و دیگه خود فساد و دیگه تیوری در منیجمنت که رایت پلیس رایت پرسن تو رایت پلیس و یا آدم درست در سمت درست این چونی نشده. به طور مثال، مثال واضح میسازم، کسی کار میکنه در کسی تخصص داره در انفورمیشن تکنولوژی و یا تکنولوژی معلوماتی، اون تقرر یافته در منابع بشری یا در بخش در بخش دیگری که با فیلدش مطابقت نداره، واسه کاریش مطابقت نداره و امثال هم زیاد موارد و دلایلی است. وارد در سطح عمدش دو گپ است، یکی که ماشان پایین است و دیگه که سیستم فسادآلود است و ضوابط بر روابط استوار است. زمانی میتونه ببخشید روابط بر ضوابط استوار است و زمانی میتونه ادارای ما کارایی لازم را برخوردار باشه که ضوابط بر روابط استوار شود. بدین معنا که تمام یقش جوان ما شکایت داره از این که ما در ادارات دولتی مراجعه میکنیم، در سطح ماستر هستیم، دکترا هستیم و یا لیسانس هستیم، ما فرصت کاری را نمیافیم، امتحان میتیم، نمبر ما خوب میباشه ولی بدبختانه توجه لازم برای ما صورت نمیگیره. این بدین معناست که روابط بر ضوابط استوار است و اداره زمانی از کارایی خوب برخوردار میباشه و شیوه مدیریتی درست میباشه که در حقیقت مدیر کارایی خود را داشته باشه. در هر مدیر، در مدیر منظور ما است که با بیننده ها واضح شوه که وزرا در هر وزارت یا ریاست هایی که رئیس های عمومی هستند سیستم بسازن، یعنی بعد از خود رفتن، بعد از رفتنشان مردم قضاوت اداره و عام مردم که خدمات میکنه، بس ما چون ادارات دولتی است یک نام نیکو داشته باشن و با تواناییشان باورمند باشن و روی افغانستان با ثبات فکر بکنن و اون ریشه داره در سیستم سازی. زمانی که ما سیستم ساختیم دیگر روابط گنجایش نداره. بدین معنا که تو مستعد هستی، تواناسی، معیارات ما را در سی وی گنجانیدی و از همون ظرفیت هم برخوردار هستی، پس سمت و یا پوزیشن از خود است. با ندرت دفاتر و ادارات وجود داره آقای طوفان که مدیریت درست داشته باشن و بتونن که همان کار و بارشان به درستی و به گونه معیاری انجام بتن. بیشتر از دفاتر هستن که قسمی که شما همه اشاره کردین دچار مشکلات هستن. ارگانی داریم به نام مبارزه با فساد اداری، تا چه حد این ارگان تونسته که کار خود را به درستی انجام بده و این ارگان چقدر میتونه که در درست پیاده کردن مدیریت در یک دفتر نقش داشته باشه؟ خب من سر بحث خود داخل اداره بحث نمیکنم، به خاطر از اینکه اگر اینجا کسی یک سخنگوی یا کسی گرام دعوت میکردین باز من تمام نقطه رو براتون برجسته میساختم. حال یک مثال بر شما میتونم بر بیننده های دانم اگر این وجود داره مبارزه با فساد اداری هم برمیگرده به چالش هایی که داره. خب ما یک منبعی داریم به خاطر حل ساختن این معضل و مشکل، اما این ارگان کمکاری کرده. دقیقا. با وجودی که کمکاری این ارگان وجود داره در پهلویش حالا مشکلات و چالش های دیگر در دفاتر وجود داره، پس آینده را شما در چی میبینین؟ اینه یعنی به من حیث یک آگاه مدیریت عامه باید معلوماتی داشته باشیم و نظرتان در این رابطه بتونم خدمتتون عرض میکنم.
یکی این که واضح باشه که امین اداره کارایی نداره، به خاطر از این که افغانستان باز بدبختانه یا بسیار بشر به شکل نادرستش در رده دوم یا چهارم کشورهای فاسدترین دنیا آمد. بدین معنا که امین اداره را که ما به نام اداره مبارزه علیه فساد اداری داریم کارایی لازم را در خود نداشته، ولیکن حکومت از طرف خود دستاوردهای را اعلان کرده، به طور مثال که در ادارات خود به شیوه مدیریتیش تغییر آورده، به اداراتشان از کارایی لازم برخوردار شده که تا حدی را راپور بانک جهانی هم به او اشاره داشته. مثلا در سیستم قضا یک سلسله اصلاحاتی را آوردیم که تا 45% تا 69% دولت ادعا میکنه که ما اصلاحات آوردیم و کارایی لازم را برخوردار است، و 45% در راپور بانک جهانی اشاره شده که از کارایی لازم برخوردار شده. به همین ترتیب قسمی که خودت اشاره کردی، اولین کاری که ما بخوایم مشخصا سوال خودت سر شیوه مبارزه علیه فساد بود، ما اگر بخوایم فساد از ادارات دولتی و مخصوصا از ادارات عامه بر بچینیم، یگانه عاملش هم است که باید ما سالری هر چیز یا پیرول هر قدری که از ضرب دو بسازیمش. به این معنا اگر 15000 ماش میگیره 30000 بسازیمش، از فساد را در سطح بلندش پایین بسازیم و سر ماشات. یعنی منظور شما این است که دفاتری که وجود داره و کارمندانی که وجود دارن نظر به وزن پول کار میکنن، در صورتی که بسیار از دفاتر هستن از وزارتخانه اگر اشاره بکنیم شاید اندازه وزنشان اینا درآمد داشته باشن و کار بکنن، نه تنها ماشی را که اینا میداشته باشن، در پهلویش فسادها و حالا جنجالای دیگری که اینا جور میکنن میتونن از این طریق پول به دست بیارن. اما چرا باز هم این ارگان فساد وجود داره؟ فقط افزایش پول و درآمد و ماش میتونه که راه حل این مشکل باشه؟ خب در قدم نخستش اول ما به کارمند خود رسیدگی بکنیم. زمانی که ما مسئولیت دادیمش، ما که گفتم که پیرول یا معاشات تغییر میتیم ضرب دو میسازیم، بدین معنا که اون کارمند مسئولیت احساس میکنه. زمانی که ما چنین کار را کردیم در حقیقت اون توانست امرار معیشت بکنه، برای ضروریات اولویت برای ضروریات اولیه خود رسیدگی بکنه، دیگه دست به فساد نمیزنه، و در عین زمان سیستم دیتابیس بلک لیست مرکزی بلند را جور میکنیم که هر کسی دست به فساد زد نظرتان تشبیه میتین که همین گونه هست. خب امکانات دارن، موترها در زیر دستشان هست، بادیگاردها دارن، اینا کارشان از هر جهت سهولت دارن نسبت به دفاتر پایین. آیا این مقایسه کردنش میتونه که در سطح باشه؟ ببین در سطح بلندش خاله بدبختانه ادعا میست که خود رئیس جمهور برده فساد را سنترالایز ساخته، یا در خود داخل خود اهرام قدرت بردن اینجا که عبارت از همون کمیته تدارکات است یا ست تدارکات است اون است و شورای اقتصادی است، ادعا چنین است. ولیکن در سطح پایینش وقتی که زمان ما از ادارات گپ میزنیم، هر اداره باید مشکلش یک به یک بررسی شوه، با بعد از اون راه برجور شوه و فساد زدوده شوه. و این بحثش که اونا محافظین داره و نمیدانم است و امکانات خوب برخوردار است و از دیگه، وقتی که ما و شما هم در کارمند یک مدیر پایین رتبه باشیم، نمیتونیم علی ازو صدا بلند کنیم. اگر صدا بلند کنیم به این معنی است که منفک میشیم یا سبب یک مشکلات دیگه دوچار میشیم. ولی ما با خودت با دایی موافق هستم که باید فساد در سطح بلندش برچیده شوه، و اون مدیرایی که دستشان به فساد آلوده است اونا باید از اداره دور شوند و اداره از کارهایی لازم برخوردار شوه. ولیکن در سطح پایینش اگر ما میخواهیم که راهبرد بسازیم، پالیسی بسازیم، دیگر ببینید شما پدیده خوب و بد را که یک اردوش در پولی هم یک جا بسازین، اوتومات پدیده بعد سر پدیده خوب تاثیر میکنه. بدین معنا که اگر شما جوان را میرین در اداره، اون از کارایی لازم برخوردار میباشه و دست به فساد نمیزنه، شخصی که در پولیش نشسته به فساد آلوده است، 3 سال 4 سال بعد میبینه که من تنها به ماش وابسته هستم و آقایی که در پلی من نشسته است این و به خانم پیدا کرده، محترم پیدا کرده، دیگه یک مقدار سرمایه‌ام برای خود پیدا کرده، اوتومات مایوس میشه. ببین پدیده خوبم خراب میشه. بله. تشکر، سلامت باشین از اینکه تشریف آوردین. به امید اینکه فساد اداری در تمام ادارات برکنار شود، پس خوب است که خودمان یک مدیریت خوب داشته باشیم. این تمامش برمیگرده بر خودمان. اینکه زمانی که ما بخوایم که دستمان به فساد اداری آلوده نشه، پس خوب است که هدف تعیین بکنیم. بال هم میریم وقفه و دوباره برمیگردیم. با ما باشید.